به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. به نقل صفحه فیسبوک عبدالله عبدالله به اطلاع همه جوانان آزادمنش و پر افتخار رسانیده می شود که تظاهرات میلیونی بر ضد تقلب و تقلبکاران قرار است روز جمعه در کابل صورت گیرد. با اشتراک پررنگتان مشت محکمی شوید بر دهن تقلبکاران. زمان مشخص و موقعیت تجمع به خاطر معاذیر امنیتی فردا همراهتان شریک می شود. همه رهبران در خط مقدم تظاهرات قرار می داشته باشند. این در حال است که چند پیش دکتر عبدالله عبدالله در صفحه فیسبوکش چنین نوشته بود: کمیسیون انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می کند. استقلالشان زیر سوال رفته و نتیجه کارشان مشروعیت ندارد. اگر کمیسیون انتخابات به مسیر قانونی بر نگردد، مسئولیت عواقب کار به دوش کمیسیون و آنان خواهد بود که کمیسیون را به مسیر خلاف قانون ترغیب کردند. ما از هر وسیله قانونی مشروع و صلح‌آمیز برای جلوگیری از روی کار آمدن حکومت تقلبی استفاده می‌کنیم و با یاری خداوند باور داریم که هیچ چیز جلو خواست مشروع مردم را گرفته نمی‌تواند. از کمیسیون هیچ خواست غیرقانونی و خلاف قانون انتخابات طرز العمل ها و لوایح نداریم، بلکه می خواهیم به خواست های قانونی مردم جواب مثبت بدهد. و همچنان به گزارش دیگر از اسپوتنیک: عبدالله، نتیجه کار کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت ندارد. در پی جنجال های انتخاباتی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است که نتیجه کار کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت ندارد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه های خبری کابل، عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که کمیسیون انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می کند. استقلالشان زیر سوال رفته و نتیجه کارشان مشروعیت ندارد. او پیش از چاشت امروز چهارشنبه ششم قوس در فیسبوکش نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی مشخص کار می کند. کمیسیون انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می کند. استقلالشان زیر سوال رفته و نتیجه کارشان مشروعیت ندارد. عبدالله عبدالله هشدار داده است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات از مسیر منحرف شده قانونش بر نگردد، پیامدهای این کار به دوش کمیسیون و آنان خواهد بود که این نهاد را به مسیر خلاف قانون تغریب کردند. آقای عبدالله در ادامه نوشته که هر وسیله قانونی مشروع و صلح‌آمیز برای جلوگیری از روی کار آمدن حکومت تقلبی استفاده می کنیم و با یاری خداوند باور داریم که هیچ چیز جلو خواست مشروع مردم را گرفته نمی تواند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادعا دارد که در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری به تقلب ها به همراه بود. در سال 2014 ادهی به تقلب و تحت هر شرایط آمدن و بر زندگی مردم حاکم شدن. آنان به این فکر نباشد که 2014 بار دیگر تکرار می شود. عبدالله عبدالله با اشاره به تیم دولتساز می گوید که در جریان انتخابات پولهای انگفت مصرف کرده، تهدید کردن و از هر وسیله کار گرفتند، اما به گفته او نتیجه انتخابات واضح بود. این اظهارات عبدالله در حال مطرح شده است که علی رغم مخالفت های این دسته انتخاباتی با بازشماری آرای کمیسیون انتخابات بروند بازشماری آرا ادامه داده است. و همچنان و گزارش دیگری از ساید اسپوتنیک: لاروف، کار مشترک ما با آمریکا در مورد افغانستان ادامه دارد. وزیر امور خارجه روسیه می گوید که کشورش با ایالات متحده آمریکا تعامل برای حل و فصل سیاسی اوضاع افغانستان را برقرار کرده است. اما با این حال روسیه تاکنون نمیتواند تبادل اطلاعات از جانب آمریکا را در خصوص اوضاع عملیاتی در این کشور دریافت کند. با گزارش اسپوتنیک، سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه 27 نوامبر در دیدار با دانشجویان اکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه قرقیزستان ابراز داشت. گفتگوهای روسیه و ایالات متحده در مورد افغانستان بسیار مثبت و صادقانه ادامه دارد.
وزیر امور خارجه روسیه گفت ما با ایالات متحده در مورد افغانستان کار میکنیم. فرامات روسیه، امریکا، چین که اکنون پاکستان نیز در آن ملحق شده است در حال بررسی اقدامات عملی برای پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی است تا شرایط را برای ایجاد یک روند مذاکره مستقیم بین دولت و طالبان فراهم نماید. وزیر امور خارجه روسیه گفت در روند آماده سازی شرایط برای دستیابی به یک توافق سیاسی ما با آنها امریکایی ها تقریبا تماس های خوبی داریم، ولی با توجه به شرایط موجود ما تا هنوز در زمینه شناسایی تهدیدات خاص تروریستی و جریان قاچاق مواد مخدر هنوز نتوانستیم توافق همکاران امریکایی خود را به دست آوریم. لاروف در ادامه افزود در شمال افغانستان اسلحه های نیروهای سازمان تروریستی دولت اسلامی داعش تمرکز نمودند. یادآوری میکنیم که بیشتر وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده نشست چهارجانبه صلح افغانستان در مسکو با حضور ایگور مارگولوف معاون وزارت امور خارجه روسیه، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، دین شی جون نماینده ویژه چین در امور افغانستان و عاجز چودری معین وزارت امور خارجه پاکستان برگزار شد. وزارت امور خارجه روسیه با نشر خبرنامه اعلام کرد که نماینده روسیه در این نشست برای لزوم از سرگیری مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان تاکید نمودند. گفتنی است که تا چند روز دیگر نیز نشست بین الافغانی صلح به میزبانی چین و با حضور هیئت طالبان و شماری از شخصیت‌های سیاسی افغان در پیکن برگزار شود. در همین حال یک مقام طالبان به رسانه‌ها تایید کرده که حکومت افغانستان تلاش دارد تا این نشست را نشست رسمی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان جلوه دهد که طالبان با آن مخالفند. گفته می شود که فهرست که جانب حکومت افغانستان برای حکومت چین فرستاده شده است شامل نامهای از مقامهای حکومتی می باشد. اما مسئولان وزارت دولت در امور صلح می گویند که حکومت برای نشست بیجنگ آمادگی کامل دارد و منتظر اعلام آمادگی طالبان و کشور جمهوری خلق چین می باشد. و همچنان به گزارش دیگری از تولو نیوز، ریاست امنیت ملی رئیس جامعه مدنی لوگر را به کمیسیون مستقل حقوق بشر سپرد. ریاست عمومی امنیت ملی پس از انتقادهای سخت از بازداشت رئیس جامعه مدنی لوگر و یک فعال دیگر حقوق بشر، این دو تن را امروز چهارشنبه 6 عقرب به کمیسیون مستقل حقوق بشر سپرد. موسی محمودی رئیس جامعه مدنی لوگر و احسان الله حمیدی فعال حقوق بشر در این ولایت 5 روز پیش در پی نشر گزارش سوء استفاده جنسی از کودکان در این ولایت از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر با آنکه امروز اجازه ندادند تا از این دو تن تصویر گرفته شود، اما گفتند که آنان اکنون در مکان امن نگهداری می شوند. ذبیح الله فرهنگ مسئول بخش رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفت روند تسلیم دهیشان به کمیسیون مستقل حقوق بشر شروع شده. آنها از امنیت ملی آزاد شدند و فعلا در یک مکان امن بسر میبرند. در حدود دو هفته پیش آقای محمودی در گفتگوی با تولو نیوز و نیز روزنامه گاردین ادعا کرد که در پژوهشی که او انجام داده است در حدود 390 کودک در این ولایت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. نشر این ادعاها با واکنش‌های زیادی به همراه شد و شمار از باشندگان ولایت لوگر دست به اعتراض دادند و این ادعاها را رد کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که 5 روز پیش محمود و همکار او از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. عمل کردی که با واکنش‌های به همراه شده است. رضا موینی مسئول سازمان گزارشگران بیمرز در افغانستان و ایران بیان داشت باید این مسائل مورد بررسی قرار بگیرد و این بازداشت فعالان مدنی تهدید برای آزادی اطلاع رسانی و آزادی بیان است. عبدالوحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق دانان نیز اظهار داشت
هیچ توجیه حقوقی ندارد و هر عمل کردی که در مخالفت با قانون باشد از دیدگاه ما محکوم است. من فکر میکنم این بازداشت فعالان مدنی بیشتر برخورد سیاسی بوده تا یک عملکرد قانونی و حقوقی. با این هم شهروندان نیز از آنچه که برخورد نادرست ریاست امنیت ملی با رئیس جامعه مدنی لوگر و همکارانش میدانند انتقاد میکنند. به گفته این شهروندان این عملکرد امنیت ملی سبب میشود بسیاری از حقایق در جامعه پنهان بمانند و دیگر شهروندان همکار لازم را با نهادهای حکومتی نداشته باشند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.